که با آقا همه بیدار و بار برگردن. در خانه ظلمت زده روزنه نوری شدیم، تا که دیباچه آغازی باشیم بر این متن خاموش، تا قدمی باشیم که سرآغاز دویدن باشد، تا قدمی باشیم که سرآغاز دویدن باشد. در دنیایی پر از اعجاز ما ماندیم. همیشه آغاز هر کاری مثل ساختن یه ساختمون از پایه، مثل پیموندن مسیری طولانی، مثل بالا کشیدن از یک کوه و رسیدن تا نوک قله، در ابتدا خیلی سخته. ولی راستی چرا آغاز کردن کار سختیه؟ چرا قدم برداشتن گاهن تردید و شک و ابهام در دل به راه میندازه؟ شاید چون همواره این سوال مطرحه که آیا دارم درست میرم؟ آخه آدم وقتی کمر به انجام کاری سخت و یا پیمودن مسیری طولانی میبنده، در آغاز از انتهای مسیر خبردار نیست و ته جاده رو نمیبینه که چه چیزی در انتظارشه، و شاید همین هست که دلیل دودلی هاست. اما هستند کسانی که دست به شگفتی میزنند، اونهایی که در وهله اول به درازای مسیر نمیاندیشن، بلکه تنها ایمان دارند که باید رفت و مسیر رو پیمود. آنان جان بودند و نبض و نفس، قلبشان به خون سبز طبیعت نمی تپید، نبضشان به خون گلهای سرخ می تپید، فرزندان آفتاب و زمین. از آغاز کردن و پیمودن مسیر سخن گفتیم و رسیدیم به کسانی که در پیمایش جاده زندگی در زیر آسمان تیره ایران زمین مرگ را انتهای مسیر نپنداشتند و به انتهایی رسیدند، نه به نام مرگ بلکه به نام حیاتی جاودانه. شاید که در سرزمین ما ایران آخوندهای ضد بشر کاری کردند که جاده زندگی همواره سیاه باشه و از دمیدن نوری بر این مسیر جلوگیری کردند. ولی نسلی بوده و هست که مسیر زندگی رو خودش ساخته، خودش گام اول رو برای پیمودن برداشته و این مسیر رو با خون خودش سرخ سرخ کرده، تا که راهش آینه تمام نمای کلمه مقدس آزادی باشه. آخه ما اهل سرزمینی هستیم که در اون پیمودن مسیرهای سخت برای رسیدن به سرمنزل آزادی به یک مرام تبدیل شده. نسل ما نسلی است از امیرخیز تا امیرخیز، امیرخیزی که ایستاد و راه و رسم مقاومت رو آموخت که میشه پای در زمین فشرد و سر رو به فلک آسمون سایید و تا پای جان برای آزادی ایستاد و اون رو به دست آورد. شاید که امیرخیز فقط گوشه کوچکی از شهر گردپرور تبریز باشه، ولی امیرخیز شروعی است برای پیمودن مسیر آزادی و این مسیر خالی نمونده و پویندگان این مسیر نسل در نسل بودند و هستند. جا داره امروز در برنامه امروز یادی کنیم از گل سرخ دیگر به نام علی امیرخیز. علی بنازاده امیرخیز در سال 1336 در یک خانواده متوسط در تبریز متولد شد. دوران ابتدایی را در تبریز گذراند و سپس به همراه خانواده‌اش به تهران آمد. علی از همان کودکی کینه عمیقی به رژیم دیکتاتوری شاه داشت. یک لحظه آرام نمی‌گرفت و خودش در مدرسه با همیاری دوستانش
به تشکیل هسته کوچکی مشغول شد و با هم کلاسی هایش هر جا که می توانست علیه ساواک دست به اعتراض و افشاگری می زد. به دنبال همین فعالیت ها بود که با سازمان مجاهدین آشنا شد و دیری نپایید که توسط نیروهای ساواک شاه در سال 1355 دستگیر و روانه زندان شد. علی به زندان افتاد، اما هیچگاه دیوار و حصاری دوروبر خودش حس نمی کرد. خودش می گفت اونقدر باید زندگی رو عمیق احساس کرد که این احساس از هر مانع دیوار و حصاری عبور کنه و بگذره، و این باور او به آزادی بود. سرانجام ایمان علی به بار نشست و روز خوش آزادی فرا رسید، روزی که دیوارها فرو ریختند و زندانیان سیاسی به دست مردم آزاد شدند. علی هم جزو همونهایی بود که در سال 57 از زندان آزاد شد. ولی آیا این پایان مسیر بود؟ آیا علی به باور حقیقی خودش رسیده بود یا نه؟ این شروع فصل دیگر در زندگی علی امیرخیز بود. روز 22 بهمن 1357 توی خیابون‌های شهر ولوله‌ای به پا بود. همه یک پارچه شور و شوق بودند. آزادی به میهن بازگشته بود و مردم دسته دسته به خیابون‌ها با رقص و پایکوبی به پیشواز بهار آزادی می‌رفتند. علی هم می‌خواست خودش رو از تبریز به تهران برسونه و مادرش اولین کسی بود که انقلاب بزرگ مردم رو به اون تبریک گفت. اون در حالی که داشت از خونه خارج می‌شد با آرامش و وقار همیشگی خودش به مادرش گفت: مادر، زیاد عجله نکن. زندان، شکنجه و اعدام ما از این به بعد تازه شروع خواهد شد. و این فهم عمیق علی رو از ماهیت آخوندها نشون میداد. وقتی علی همراه دیگر یاران مجاهدش پا در مسیر مبارزه گذاشت، برای مبارزه کردن و از همه چیز خود گذشتن مدت زمان و تاریخ مشخص نکرده بود، چرا که رسم وفاداری به آرمان آزادی رو از ابتدا خوب یاد گرفته بود. و حالا که بهار آزادی مردم ایران رو خمینی دجال با هزار نیرنگ و فریب میخواست بدزده، او جوانی بود که هوشیارتر از اینها بود که چهره واقعی این دجال رو نشناسه. علی در تمامی فعالیت‌های سازمان مجاهده نقش فعال داشت و از همین رو پاسداران خمینی همه جا به دنبال ردی از علی میگشتن تا بتونن اونو به اسارت در بیارن. ولی علی حتی در تنگترین محاصره هم به دشخیمان شب در سیداد فراموش ناپذیر. علی رو میشناختم. صداقت و مهربانیش زبان زده همه محل بود. با اینکه 24 سال بیشتر نداشت، هر وقت باهاش رو در رو میشدم گویی با گردی مواجه میشدم. این شب وقتی با 5 تن از دیگر یاران مجاهدش در خانه در تهران به محاصره در اومدند، 6 ساعت تمام در مقابل انبوهی پاسدار که با انواع و اقسام سلاح ها به اون خونه شلیک می کردند مقاومت کرد و در آخر در زیر زمین خانه در حالی که تمام همرزمانش به شهادت رسیده بودند تا آخرین نفس جنگید و بعد در کنار اونها به شهادت رسید. وقتی پیکر پاک علی رو در قطعه 82 در بهشت زهرا به خاک می‌سپردیم، هنوز لبخند بر لبانش بود. بلوغ شعله بر سرخ و سبز نسترن است، چه گفته در نفس تازه سپید دمان. درست گویی جانی به صد هزار دهان. نگاه در نگاه آفتاب می‌خندد. گرچه گرد گردن فراز دیگر از تبریز به نام علی امیرخیز به خاک افتاد، ولی خون علی هیچگاه خشک نشد و همواره جوشید و در همه جا شکوفه داد. آخه از اولم گفتیم که این مسیر پویندگان زیادی داره. خواهر علی سکینه امیرخیز جای برادر قهرمانش رو خالی نگذاشت و بعد از شهادت علی به مجاهدین پیوست و در عملیات فروغ جاویدان او هم به عهد و پیمان خود با خدا و خلق وفا کرد و به شهادت رسید. و خواهرزاده علی فهیمه صادقی در همین مسیر پرشکوه و سراسر افتخار به همون رسمی که علی از خود به جای گذاشته بود، یعنی رسم ایستادگی و مقاومت حتی اگه گرداگرد پاسداران شب حلقه زده باشند، در جریان یک درگیری به شهادت رسید.
گرچه رفتند ولی چون عطر در عمق لحظه ها جاری، چون عکس در برق شیشه ها پیدا، و این گونه که جایشان در جان زندگی سبز است و تنین صدایشان در بیت بیت ترانه های ما. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار. خاردان گذشته